بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند، شما علاقمندان به رشته پرطرفدار و جذاب فوتبال. علی نعمتی نزدیک نقطه کرنر با دروازه میخواد همکاری بکنه، یه اشتباه میتونه پنالتی باشه یا نه؟ بله، پنالتی رو گرفت داور مسابقه، پنالتی به دست میاد برای ایرالکو، برای تیم میزبان. کار اشتباه علی نعمتی، میخواست توپو بسپاره به یوسفوف ولی از راه رسید با تیزهوشی خودش بازیکن آلومینیوم اراک. لطفی نگاه بکنیم، مثل برق و باد کجا بودی پسر، یهوی از راه رسید و همه چیزو به نفع ایرالکو رقم زد تا پنالتی به دست میاد برای سفیدهای میزبان. محمد امین کاظمیان ضربه رو میزنه و گل توی دروازه. گل اول برای ایرالکو به دست میاد و این خوشحالی به سبک خاص این بازیکن کاظمیان امیکا دروازه رو باز کرد. آلبینی براک 1-0. ماتو مپوت داره به دقایق گذشته فکر میکنه، یوسفوف، این هم خوشحالی بانوان طرفدار آلبینی براک. سینا اسد بگیم میخواد ضربه کنه رو خودش بزنه، این کار انجام میده. نجاریان ارسال، تیر دوم، فرصت برای فولاد، اونجا رو توپ اثر گذاشت خلیفو، در نهایت توپ کرنر رفته برای فولاد. احسان پهلوان یار سابقه پرسپولیس و تراکتور جناب بازی به زیبایی عوض کرده. نجاریان مشتوا ارسال داخل محوطه و توی جریمه، فرصت برای فولاد و توپی که بیرون رفته، ضربه سر چکشی مهاجم فولاد، جایی در چارچوب دروازه ایرالکو نداشت. نشاتچو، سلیمانی، اسد بگی، گوشه‌های زمین، پاس رو به جلو برای پریرا، راه انداخته بازم پهلوان رو، فرصت برای فولاد داخل محوطه جریمه، موقعیت و گل مساوی رو اونجا میزنه تیم فولاد خوزستان با احسان پهلوان. نتیجه بازی 1-1 مساوی میشه در دقیقه 42 مسابقه در نیمه اول. فولاد 1-1. پاس پریرا به احسان پهلوان و اونجا دروازه رو باز کرد تا خوشحالی هواداران فولاد رو این بار شاهد باشیم. گل فولاد رو با هم نگاه بکنیم، احسان پهلوان و دروازه خلیفه باز شد. نشاتجو صاحب توپه، نسکای خط طولی، پهلوان ارسال داخل محوطه جریمه، موقعیت هست برای فولاد و ساسان انصاری رو عقب کار میکنه. اسد بیگی جنه بازی رو عوض کرده، نجاریان ارسال تیر دوم و گل، باز هم گلزنی بازیکن فولاد، در عرض 2 دقیقه شاید 2 بار گلزنی میکنن. ساسان انصاری این بار گل میزنه، همه چیز در عرض 2 دقیقه به هم ریخت. صحنه گل دوم فولاد رو با هم نگاه بکنیم. 51 دقیقه گذشته، ارسال بلند به توپ رسیده احسان قهاری، میتونه پاسم بده، ارسال داخل محوطه جریمه، تیر دوم، فرصت برای آلومینیوم اراک، گل دوم، گل توی دروازه عارف آجی ایدی رفت و خوشحالیشو با هواداران حاضر در ورزشگاه تقسیم کرد. ایرالکو دو، فولاد 2، کامبک اراک ها در این مسابقه. نمیخواد پاپس بکشه ایرالکو در این نبرد، در این جدال مقابل فولاد خوزستان. یوسفوف برای بار دوم دروازش بروی سرش آوار شد و اینجا هم گل سوم رو میزنه عارف آجی. ضربه‌شو زد اونجا لطفی و در نهایت ارسال بلند. کاظمیان به توپ رسیده، فرصت حالا میره به دست بیاد برای آلومینیوم اراک. رحمان جعفری در داخل محوطه جریمه با این توپ چکار خواهد کرد خود رحمان جعفری و باز هم پنالتی برای ایرالکو. 2 پنالتی در این مسابقه. ببینیم که اول در اتاق وار به داور مسابقه چه چیزی خواهند گفت. صحنه حساسیه، با هم نگاه کنیم این صحنه رو. خود کاظمیان
کاظمیان و بازم گل 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 بازم شادی خاص خودش محمد امین کاظمیان دبل کرده در این بازی هر دو گل هم از روی نقطه پنالتی به دست میاد برای شاگردان این چهره سید مجتبی حسینی 3 یحیی گل محمدی 2 چه بازی جذابی رو دیدیم 5 گل در این مسابقه حالا فرصت میره به دست بیاد در زمین فولاد تو در اختیار داره لطفی با سری بالا به چه کسی پاس میده ثابت توپ کرد اونجا جهان کوهن رو ارسال تیر دوم موقعیت گل چهارم گل چهارم گل چهارم حالا فولاد هم مثل دوماهن مقابل ایرالکو مقابل مردان سرزمین آفتاب چهارتایی میشه چه کامبک فوق‌العاده ای زدی ایرالکو ایرالکو 4 فولاد 2 با هم نگاه کنیم اینجا چه پاسی داد اونجا جهان کوهن چه پاسی داد جهان کوهن هم مثل بهرام گودرزی خودش رو سه گله میکنه در جدول بهترین پاسورهای لیگ برتر کوس صمیمی خودش شده یعنی سید مشتبه حسینی آلمینی مراک بازم لطفی حرکت کرده بازیکن تند و تیز آلمینی مراک داخل محوطه جرم خود لطفی ضربه‌شو میزنه این بار سیو تماشایی یوسفوف اجازه نمیده که دروازه‌اش باز بشه دو بر یک افتاد عقب ولی در نیمه دوم سه گل زد تا 4-2 بشه مسابقه اینجا هم سوت پایان بازی برتری 4 گله آلمینی مراک مقابل فولاد خوزستان در هفته 8 لیگ برتر جام خلیج همیشه